بسم الله الرحمن الرحیم سلام میکنم خدمت شما شاگرده عزیز و گرامی سنف نهم امیدوارم که جانتان جور و صحتمند باشید شاگرده عزیز و گرامی به مضمون ریاضی بسیار خوش آمدید خب شاگردای عزیز و گرامی مضمون ریاضی سنف نهم با هم میخوانیم درست است فصل چندم امروز میخوانیم فصل پنجم به خیر شروع میکنیم و چی است افاده های الجبری افاده های الجبری در درس در سال گذشته ما و شما خواندیم درست است ولی در امسال ما و شما دقیق ترش هم میخوانیم و تشریح میکنیم که چی است افاده های الجبری و ادامه درس های سال گذشته را ادامهش میخوانیم درس چندم هستیم درس اول از فصل پنجم خب ما و شما امروز هدف درس ما و شما چی است چند حده یا پولینوم که بگیم پولینوم چی است یا چند حده چی است درست است تعریف میکنیم و بعد در رابطه با مثال کار میکنیم اما قبل که بریم درس شروع کنیم شاگرد عزیز شما باید کارخانگی درس گذشته را به ما روان میکردید از طریق واتساپ نمبرش هم دو سفر نخصد و شست و, چهار، و دو سد و پنج, و پنج چهل سزده. درست است اگر کدام مشکل در حل کارخانگی کدام سوال پیشنهاد و انتقاد دارید میتونید با ما در ارتباط شوید. از طریق همین نمبر که به شما خواندم درست است شاگرد عزیز پس میریم سر, ت... سر, تخته درس امروز شروع میکنیم خب شاگرده عزیز و گرامی درس امروز ما و شما چی است؟ فصل پنجم شروع کردیم و افاده های الجبری افاده الجبری را اگر یادتان باشد در سال گذشته در سال هشتم سنف هشتم ما شما خواندیم افاده الجبری چی است؟ میگیم افادههایی که در چی داشته باشیم ما هم حروف داشته باشیم هم چی اعداد ما هم عددها ها عددها داریم عدد رو ما انواع عدد داریم اعداد طبیعی داریم اعداد مکمل داریم اعداد تام داریم اعداد ناطق داریم غیر ناطق داریم و اعداد چی حقیقی همون ریل نامبر داریم درست است خب شکرده عزیز علاوه بر اعداد ما و شما اگر در افاده خود در افاده اعدادی که داریم ما و شما حروف انگلیسی یا متحولم ما و شما اگر بیایم اضافه کنیم چی میگیم به اون میگیم افاده الجبری فقط دقت کنید شکرد عزیز اگر متحول ما و شما در توان باشد دیگه او افاده الجبری نیست این فکرتون باشد صحیح است پس افاده الجبری افاده هایی است که هم دو ما چی داریم حروف داریم هم اعداد داریم اما افاده الجبری رو ما و شما میایم چی میکنیم امروز دقیق تر دسته بندی کنیم و یک تا از دسته ها که چی از پولینوم هاست یا چند حد هاست ها، امروز ما شما میخوانیم درست است؟ پس من نوشتن میکنم دقت کنید شکرده عزیز افاده های الجبری شگرد عزیز افادای الجبری را در سال گذشته خواندیم افادای الجبری است که گفتیم چی است در آنها ما هم حروف داریم ما و هم اعداد داریم حروف یا متحول هم حروف انگلیسی درست است A, B, C, X, Y فرق نمیکنه یا حتی حروف یونانی الفا بتا ما میتونیم استفاده کنیم پس میشه چه افادای الجبری فقط نقطه شمی شگرد عزیز یادتان باشد افادای الجبری متحول ما شما در توان نباید باشه صحیح است با عنوان مثال اگر باشه دو بن توان X این دیگه افادای الجبری نیست اینا به اینا میگن های غیر الجبری سیست که ها رو فعلا کار نداریم در پانتون بخیر ما و شما یارو میخوانیم ولی پس فضای الجبری کلش فهمیدیم اما ما به فرد سه کلی فضای الجبری تقسیم میکنیم اول پولینوم ها یا چند حده ها پولینوم یا چند حده که درس ما و شما چی است؟ امروز دقیقا همیسته پولینوم یا چند حد را میخوانیم که چی دوم چی افاده الجبری ناطق سیست و سوم چی است افاده الجبری غیر ناطق که ناطق و غیر ناطق بخیر در سال بعد در سنف دهم بخیر میخوانیم درست است پس فقط امثال ما و شما چی میخوانیم پولینوم ها یا چند حده ها رو میخوانیم خب شاگرد عزیز پولینوم یا چند حده خودش باز چی میشه به چند دسته تقسیم میشه پولینوم یا چند حده یک میگیم چی؟ یک حده یا برش میگیم منوم یک حده یا منوم دیگه چی؟ دو حده یا بینوم هم میگن بعضی باینوم میگن باینوم یا بینوم فرق نمی کنه پس یک حده منوم دو حده بینوم یا باینوم سه حده یا ترینوم بمیشک چار حده پنج حده شش تا چند حده سعی است تا لایتانی میتونه باشه پس ما و شما اگر بخوایم افاده الجبری کامل بفهمیم شاگرد عزیز دقت کنید گفتیم که افاده الجبری به دسته کلی تقسیم میشه پولینوم یا چند حد ناطق غیر ناطق خب ما و شما اگر پولینوم بخوایم بفهمیم باید چیکار کنیم همون چند حد یا پولینوم باید یک حد رو بفهمیم یک حد را بفهمیم بعد دو حد رو میفهمیم دو حد سه حد چهار حد چند حد یا کلش میگیم چی پولینوم یا چند حد فکرتون باشه شاگرد عزیز یک حد خودش چی چند حد حساب میشه چون چی است یک میتونیم بگیم سابست عزیزه صحیح پس پولینوم چند حده ای چی میشه؟ یک حده، دو حده، سه حده، تا چند حده و وقتی که ما یک حده رو فهمیدیم پولینوم میفهمیم چون یک حده رو بفهمیم بعد دو حده، سه حده کلش میفهمیم پولینوم رو میفهمیم و وقتی پولینوم رو بفهمیم باز ناطق هم میفهمیم ناطق چی است؟ باید پولینوم فهمیده باشی و غیر ناطق باز به با ناطق رب داره ناطق نباشد غیر ناطق میشه پس کلش چی است؟ دمی یک حده است امیر باید بفهمی چی است پس ما یک حده تعریف میکنیم و چند مثال کار میکنیم درست است پس یک حده شاگردای عزیز یک حد چی است یک حد میگیم که از ضرب یک عدد حقیقی صحیح است پس من اشتباه می کنم. یک حد میگیم یک حد از ضرب یک عدد حقیقی یک عدد حقیقی حقیقی ریل نمبر یادتون هست دیگه نه کدام بود اما اعداد طبیعی مکمل اعداد تام اعداد ناطق اما کسری یا نسبتی یا غیر ناطق سیست اعداد جذری یا سیست یا پای پای چی است اعداد غیر ناطق است نه یا کلش فرق نمی کلش داخل یک ست منداختیم، به اون ست چی می گفتیم می گفتیم ست ریل نامبر، یا چی سیست مجموعه اعداد حقیقی یا ست اعداد حقیقی پس میگیم یک حد از ضرب یک عدد حقیقی در یک یا چند متحول متحول چی است همون حروف انگلیسی ما شماست یک یا چند متحول با توانهای مکمل تشکیل می شود خب شاگرد عزیز مکمل یا یاتانه سه تعداد مکمل کدام بود سفر یک دو سه چهار تلاعی تنایی اشاریه نداشت کسری نداشت سیست و منفی هم نداشت سفر یک دو سه تلاعی تنایی بود پس یک حد در تعریف کردیم یک حده از ضرب یک عدد حقیقی صفر در یک یا چند متحول با توانهای مکمل تشکیل می شود دقت کنید عدد ما و شما چی است حقیقی است یعنی عدد ما و شما هیچ هر عدد باشه صحیح است قسمت عددش هر عدد باشه صحیح است اما متحول ما یک تاست یا چند تاست فرق نمی کنه فقط باید بینش چی باشه شاگرد عزیز بون ما با دیگه رنگ یار یا بسیار مهم است باید بینش اولا ضرب باشد بینش جمع و منفی باشه غلط میشه دیگه یک حد نمیشه صحیح است پس ضرب میشه دیگه چی عدد حقیقی باشه خب گفتیم عدد هر عدد باشه فرق نمیکنه یک یا چند متحول یک تا یا چند تا متحول باشد خب درست است اما توان ها چی باشد توان ها مکمل باشد توان های مکمل یعنی چی یعنی توان متحول ما و شما صفر یک دو سه چهار تا لایتانی میتونه باشه ولی توان متحول ما و شما منفی شده نمیتونه توان متحول ما و شما چی اشاره دار شده نمیتونه کسری شده نمیتونه درست است خب مثال میزنیم مثال شاگرد عزیز یک حد مثال بزنیم به عنوان مثال 3x هست؟ بین 3 و x هیچ علامه نظر ضرب و سفرین پس ضرب است ضرب است یک عدد حقیقی سه یک عدد حقیقی است عدد حقیقی گفتیم هر عددی برش میگه عدد حقیقی فقط اعدادی مختلف داریم یا موهومی داریم که یار باز بدن میخونیم واقعا حقیقی نیست فعلا ما و شما عدد هر عددی که یاد داریم عدد چی است حقیقی است پس یک عدد ها یک عدد است بینش ضرب است یک یا چند متحول خب ما یک تا متحول داریم توان های شست مکمل است توان ایکس ایکس که توان نداشته باشه توان شند است یک است آفرین پس یک در سه تعداد مکمل وجود دارد پس چی هست؟ یک تا یک حد است یک حد است درست است خب مثال بعدی پنج x مربع وای مکعب ای توان سی هست شاگرده یک حد است بگیم بلی هم یک حد است چرا؟ چون ضرب بین کلش ضرب است هیچ علامه نیست علامه شی است یک عدد داریم عدد ما و شما چی هست پنج است پنج اگر... حتی باشه منفی پنج فرق نمی کنه با نام مثال باشه منفی پنج x وای مربع مکعب منفی 5 شاگرده عزیز منفی پنج x مربع وای y یک عدد حقیقی داریم ضرب است بینش اعداد هم حقیقی است یک یا چند متعول دو تا داریم فرق نمی کنه درست است توانهای های ما به شما باید مکمل باشد که است یک تا دو است یک تا سه صحیح است پس این چی میشه این هم یک حد است این هم یک حد است پس اگر در فهم شاگرد عزیز جذر دو ایکس جذر دو x یک حد است میگم نه خیر. چرا یک حد نیست؟ من برد نگم شاگرد دقت کنید جذر دو x من میتونم نشته کنم جذر دو جذر x. تا اینجا خب مشکل نیست چون در ضرب میتونم جذر جدا شود جذر دو جذر x. این ای رو خود میفهمیم خب خو این چی است زب این ضرب است یک عدد حقیقی است. مشکل نداره چون اعداد جذری حقیقی بودن اعداد غیر ناطق میگفتیم و حقیقی است سیست؟ اما جذر x جذر x یک تا فرمول ما شما داریم x ما شما توانش یک است یعنی درجه جزر چند وقت نوشته نشود دو است پس این میتونیم بهش تبدیل کنیم من نوشته کنم جذر دو اجازه دو که مشکل نداره شاگرد عزیز اما ایکس هم میتونه نشه ایکس به نمای یک بر دو یا توانش یک بر دو میشه یعنی توان میای در صورت یعنی درجه میره در مخرج اینو خواندیم درست است؟ پس میشه جذر دو x به توان یک بر دو پس ضرب است بله عدد حقیقی است بله یک متعادل داریم بله با توان های مکمل است میگیم نه خیر توان ایکس ما شما چند است یک بر دو یک بر دو مکمل نیست پس این میشه ای یک حد نمیشه سیست چرا گذاشتی فامیلی چرا خم شد دیگه نه؟ پس یک حده یک متول دو متول ده تا متول باشد فرق نمی کنه فقط باید بینش باید باشه بینش ضرب باشد صحیح دیگه چی توان متحول ما و شما مکمل باشه صفر یک دو سه تا لای این توان چند است یک بر دو پس یک حده نیست پس نکته شاگرده عزیز اگر عدد تحت جذب باشد مشکل ندارد اما اگر متحول تحت جذب باشد یک حده نمیشه صحیح خب من تختر پاک میکنم چند سال دیگه کار میکنم برایتان شاگرد عزیز خب شاگرد عزیز یک تا مثال دیگه کار کنیم یک حد در گفتیم چی هست دیگه یک حد یا مونم تعریف کردیم نه خب مثال دیگه کار میکنیم به عنوان مثال شاگرد عزیز دقت کنید 5 x بر 3 یک حد است شاگرد عزیز 5 x بر 3 یک حد است خب من باید میتونم بهش کنم دقت کنید عزیز من میتونم نوشته کنم 5 بر 3 x میتونم کنم چون اگر ما و شما به یک ما شما مخرج ندارن مخرج چند است بهش میتونیم مخرج یک برش بدیم فیس به مخرج یک میتیم صورت در صورت ضرب مخرج در مخرج میشه 5 ضرب در میشه 5 یک 3 ضرب در میشه 3 پس میتونیم به شکل نوشته کنم میره فیس فارسی رو به شکل ضرب نوشته کردم شده چی یک تا 5 برسه یک عدد حقیقی داریم 5 برسه حقیقی است بله چون اگر ناطق نسبتی است نه یک عدد حقیقی است 5 بر 3 یک عدد حقیقی بینش ضرب است یک تا متحول داریم توان ایکس ما شما چند است یک است پس همه فاکتورای چی فاکتورای یک حد رو داره پس چی میشه یک حد میشه صحیح است اما مثال بعدی دقت کنید شاگرد عزیز 4x بر y 4x بر y آیا ای یک حد است میگیم نه خیر چرا شاگرد عزیز چون من بهش یک نوشته کنم این 4x که خودش صحیح است اما وای توانش چند است توانش یک است و این رو ما و شما داریم اگر ما و شما یک متحول یا یک عدد فرق نمیکنه از مخرج در صورت بیاریم توان از او چی میشه من مثبت باشه منفی میشه منفی باشد مثبت میشه پس میشه زب داره وای به توان منفی یک پس بینشان ضرب است بله یک عدد ریل نامبر داریم حقیقی داریم بله چند متحول داریم بله توانای متحولای ما و شما چی است مکمل است میگیم نخیر. توان از x یک است توان وای منفی یک است پس ای یک حد نیست پس شاگرد عزیز نکته دوم اگر ما و شما در مخرج عدد باشد مشکل نیست اما اگر در مخرج متحول باشد دیگه یک حد نمیشه درست است پس دو نکته رو ما و شما فهمیدیم یک چی بود گفتیم عدد تحت جذب مشکل ندارد اما متحول تحت جذب باشد یک حد نمیشه عدد در مخرج مشکل ندارد اما اگر متحول در مخرج باشد یک حد نمیشه چرا چون شما متحول در صورت انتقال بدین توانش میشه چی منفی میشه اگر مثبت باشه منفی میشه فقط اگر در اینجا منفی بود در صورت انتقال دادن مثبت شد مشکل نداره یک حد میشه درست است خب دیگه چی شاگرده عزیز؟ دقت کنید به عنوان مثال 4x مربع منفی 5y یک حده است. میگیم نه خیر چرا؟ چون بینش ضرب نیست بین اینجا چی هست؟ منفی است پس این هم یک حده نیست شاگرده عزیز یک یک حده نیست به چی میگیم؟ به این میگیم دو حده پس ما دو حدر میخونیم اما مالی برد نگم. پس یک حد گفتیم باید چی باشد باید در باشد یک حد یک عدد حقیقی و چند متیق یا چند متحول توان های ما و شما با چی باشد مکمل باشد صفر یک دو سه تا لای تنایی درست است پس یک عدد کامل فهمیدیم چی است حال ما و شما چی میخوانیم یک حد های مشابه داریم دقت کنید یک حد مشابه یک حد که دقیقا قسمت متحول آنها عینا شبیه هم باشد مثل هم باشد عین هم باشد حتی توان های ما باید عین هم باشد خیفت پس من یر پاک کنم شکر عزیز خب یک حده های متشابه یا مشابه یک حد که شاگرد عزیز دقیقا قسمت متحولشان عین هم باشه با اون میگیم یک حد مشابه مشابه بنوان مثال 3x و منفی 2x یا چی است؟ یک عدای مشابه است چون قسمت متحول از x است ای هم x است اعداد کار ندارم فقط قسمت متحول منفی 3x مربع و 5x یا ای متشابه است میگیم نه نخیر درست است x مربع است شاگرد عزیز x مربع است اما x است توان از یک است گفتیم دقیقا این همش حدا توانش هم شبیه هم باشد پس یا چی است؟ متشابه نیست یا مشابه نیست منفی سه مربع وای مکب و چهار x مربع وای مکب یا میتونم بهشک نویشت کنم شکل دقیقه دقت کنید x مکعب وای مربع یا متشابه است میگیم نه خیر مشابه نیست چرا؟ چون در اینجا x توانش دو است اما در اینجا x توانش سه است پس یا متشابه یا مشابه نیست البته میتونه جایی از رو تبدیل شود بنام مثال دقت کنید دو X مربع وای مکعب و 5 به این شکل کنیم 5 وای مکعب X مربع وای مکعب X مربع ای یا چی هست؟ متشابه است شاگرد عزیز چرا؟ درست هست جایش تبدیل شده مهم نیست چون ضرب ضرب سه 4 چار, چار سه میتونه تبدیل شود ولی توان X دو هست در توان X دو هست توان وای سه هست در توان وای سه است. مشکل نداره پس یا متشابه است. پس یک حدای متشابه یا مشابه رو میفهمیم خب با شما یک هدای مشابه رو میتونیم با هم اختصار کنیم شاگرد عزیز اگر اون که مشابه باشد میتونه با هم اختصار کنیم اگر مشابه نباشد اختصار نمیشه درست است با عنوان مثال دقت کنید 5x منفی 2x یا چی است مشابه است خب یا که مشابه یا متشابه باشه میشه اختصار کرد 5x منفی 2x چی میشه جوابش در سال قبل خواندین درست است جوابش میشه 3x یک تا از حد یک تا از متعاملات متشابه x نوشته می کنیم 5 مثبت با 2 منفی هم علاوه نیستند از هم کم میشه میشه 3 مثبت پس جوابش میشه 3x صحیح پس اگر متشابه باشد میشه یار اختصار کرد اما اگر متشابه نباشد اختصار نمیشه درست است شاگرد عزیز به عنوان مثال متشابه نباشد مثلا چی باشد 3 مثبت 4 وای یا اختصار میشه میگیم نه خیر چرا چون متشابه نیست 3x است ای 4 وای است قسمت متحولشان عینا شبیه هم نیست پس یا اختصار نمیشه به میمانه خب شاگرد عزیز بیا میگیم بیا میگیم دو حد پس دو حد رو فامیل بیا تازه چی میگیم میگیم دو حد پس دو حد چی است اینا اختصار نمیشه بیا میگیم دو حد پس دو حد شاگردای عزیز از کنار هم قرار گرفتن دو تا یک حد غیر متشابه یعنی اختصار نشه اگر اختصار که اختصار کنیم یک حد میشه دوباره پس باید چی باشد غیر متشابه باشد که ما اونا نتونیم اختصار کنیم و چی میشه دو حده. پس دو حده چی است؟ از کنار هم قرار گرفتن دو تا یک حده غیر متشابه دو جور میشه. سه حده چی است از کنار هم قرار گرفتن سه تا یک حده غیر متشابه سه حده جور میشه درست است چهار حده پنج حده شش حده و تا آخر تالای تنهایی پس چند حده رو فهمیدیم چرا چون یک حده رو فهمیدیم شاگرد عزیز یک حده رو میفهمیم چی است یک حدای مشابه رو میفهمیم عیناً قسمت متحول آنها باید شبیه هم باشد اگر نباشه میشه غیر متشابه یا غیر مشابه حالا دو حده چی است دو حده از کنار ق... از کنار هم قرار گرفتن دو یک حده غیر متشابه جرم میشه سه حده چهار پس چند حده رو فهمیدیم کلشه درست است خب پس شاگرده عزیز چند حده رو کامل فهمیدیم ما تختر پاک میکنم یک تا نکته دیگرم به امروز میخوانیم و بخیر درس ما و شما امروز خلاص میشه پس تختر پاک میکنم نکته آخرم میخوانیم درست است خب شاگرده عزیز و گرامی نکته آخر درس امروز ما شما چی است درجه یک پولینوم یا درجه یک چند حده یا بگیم درجه چند حده سایس درجه, درجه یک چند حده فرق میکنیم یک پولینوم نوشته میکنم درجه یک پولینوم اگر ما شما با یک پولینوم چند حده داشته باشیم چند حد رو خب فهم میدیم مالی چی است درست است از کنار هم قرار گرفتن چند تا یک حده غیر متشابه چی میشه چند حده جور میشه حالا میتونه یک چند حد میتونه یک حده باشه دو حد باشه سه حده باشه و تا آخر خب درجه چی میشه درجه به شکل تعریف میکنیم به عنوان مثال دقت کنید ما شما داشته باشیم دو x مربع وای مکعب منفی 3 x مکعب جمع دو وای به توان 5 منفی 6 وای به توان پنج منفی شش خب یک چند حد است درست است یک حد دو حد سه حد چهار حد داریم چون چهار تا یک حد غیر متشابه کنار هم قرار گرفته چهار حد است خب به ما و شما شا... شاگرد عزیز به ما و شما میگه درجه از چند است وقتی میگه درجه باید مشخص کن نظر به کدام متحول متحول باید مشخص کنه درجه نظر به متحول x وقتی میگه متحول مشخص میکنه شاگرد عزیز ما میریم. چی میکنیم چک میکنیم دمی پولینوم ما چند حد ما شما خب متعال بلندترین توان در ما و شما بسیار مهم است اما یک ما و شما اینجا توان چند است دو است دای چند است سه دیگه خود یک نداریم دو بلند است یا سه میگیم سه بلند است سه است پس چی میشه درجه اینی پولینوم یا چند حد نظر به x میشه بلندترین توان پس میشه سه پس من نوشتم میکنم درجه نظر به x نظر به x بلندترین توان ایکس ما شما چند است سه است پس درجه نظر به x میشه سه است؟ درجه نظر به وای چند میشه شکرده عزیز بلندترین توان وای باید بگیم وای در اینجا توانش سه است در اینجا توانش پنج است کدام بلندتر است پنج پس درجه میشه پنج است؟ خب شاگرد عزیز پس باید نظر به با کدام متعول به ما و شما مشخص کنه نظر به ایکس بلندترین توان ایکس نظر به وای بلندترین توان وای و اگر شاگرد عزیز به ما و شما مشخص کنه بگه که نظر به ایکس و وای اردوش بگه پس من نشتم میکنم در اینجا دقت کنید درجه نظر به ایکس و وای به هر دو متحول شما باید چی کنید؟ باید درجه ها رو با هم دیگه جمع بسازین پس میشه 3 جمع 5 مساوی میشه با چند 8 بعضی از کتابام شاگرد عزیز بمب... البته کلی کل کتابا نمیگه بعضی از کتاب ها میگه بعضی هم نمیگه فرق نمیه حالا شما اگه دیدین ایره بفهمین بعضی کتاب ها وقتی میگه درجه از پولینوم چند است یعنی به همه متحول ها مشخص نمیکنه به ایکس وای وقت میگه درجه چند است میگیم درجه نظر به همه متحول که شما باید چی کنید بلنترن توان رو با هم دیگه جمع بسازین درست است ولی بعضی از کتابا مشخص میکنه درجه نظر به ایکس و وای چند میشه پس هر دو درجه رو باید با هم دیگه جمع کنید صحیح شد پس درجه رو فهمیدیم درجه یک پولینوم میگیم باید البته در کتاب ما شما مشخص بگه نظر به کدام متحول نظر به هر متحول شما چک میکنیم بلندترین توان باید نوشته کنی پس درجه یک متح... یک فهمیدیم درست است پس شاگردای عزیز ما یک بار دیگه نوشتن برای براتون افاده الجبری گفتم که چی؟ بسه دسته تقسیم میشه یک پولینوم یا چند حده دو چه بود؟ ناطق سه چی است؟ غیر ناطق سیست؟ خود پولینوم چی می شود؟ یک حده دو حده سه حده و به می شک سیست؟ پس تا اینجا فاهم ما و شما یک حده رو فهمیدیم، یک حده های متشابه رو غیر متشابه رو دو حده رو فهمیدیم، سه حده تا چند حده که میشه پولینوم و با ها آل فام میدیم فامیدیم، میدیم و خیر در بعد باز ما چی میکنیم جمع پولینوم ها ضرب پولینوم ها را میخوانیم و مطابقت ها را میخوانیم درست است مطابقت هایی که شما در سال گذشته دو تاش خوانده بودید مطابقت مزوج و مطابقت مرچه مربع دو حده حد درست است ما امسال به خیر دو سه مطابقت بعد از اون میخوانیم البته ما و شما یاداوری از مطابقت سال گذشته ما یک یاداوری برتون میکنیم در درس بعد یاداوری میکنیم و بعد های درس خود میخوانیم درست است پس شاگرد عزیز ناطق و غیر ناطق هم که بخیر در صنف دهم میخوایم میخونیم افاده الجبری ناطق و غیر ناطق درست است خب شاگرد عزیز پس درس امروز ما شما همین بود که خواندیم چه خواندیم افاده الجبری پولینوم ناطق غیر ناطق پولینوم چی است یک حده، دو حده، سه حده تا چند حده. که نامش همین پولینوم خودش چند حده است نامش دیگه پولینوم یا چند حد درست است پس درس امروز ما و شما خلاص شد چند حد یا پولینوم ها را خواندیم و دیدیم که چی است درست است درجه اش خواندیم اما کارخانگی کارخانگی ما و شما چی است تمرین های صفحه 130 کتاب باید حل کنید و ما روان کنید از طریق واتس اپ نمبر شما 780 255 -413. درست است اگر کدام مشکل در حل کارخانگی دارید میتونید پرسان کنید از طریق همین نمبر که به شما خواندم شاگرد عزیز پایان درس اول از فصل پنجم خب عزیزان مانده نباشین بخیر باشین وقت خوش خداحافظتان